سلام، همونجوری که میدونین دیگه تو روزایی هستیم که داریم نزدیک میشیم به بلک فرایدی، آخرین جمعه ماه نوامبر رو بهش میگن بلک فرایدی، که خیلی 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 تخفیفای خفنی توی تمام چیزها، شما همه چی رو میتونی با تخفیف بخری، تخفیفای خیلی عجیبی هم همه چیا میخورن. یه بلک فرایدی داریم، یه سایبر ماندی داریم که اولین دوشنبه بعدش میشه سایبر ماندی. این دو تا روزی ان که خیلی از محصولات با تخفیفای خیلی خفنی عرضه میشن. حالا چند سالیه که هم مایکروسافت هم سونی یک بازه در نظر گرفتن، مثلا یه هفته ده روزه ای که تو این بازه که بهش میگن بلک فرایدی سیل، حالا یه روز نمیذارن چند روز بزنن، یه سری از بازی ها رو با قیمت های خیلی 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 خوبی برای فروش در دسترس کاربر میذارن. تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه بریم ببینیم که آقای سونی عزیز چه بازیایی رو با تخفیف توی بلک فرایدی سال 2020 برای ما در دسترس قرار داره. با ما باشید. خب هممونم میدونیم بله بله دلار خیلی گرونه، بازی خریدن 60 دلاری که خیلی زیاده، ولی خب با تخفیفایی که هست الان میشه با صرف هزینه کمتر یکی دو تا از بازیایی که خیلی دلتون میخواست بازی کنین ولی فرصت تجربهشو نداشتین رو الان میتونین بازی بکنین. اولین بازی که میخوایم بهتون معرفی کنیم فیفا 21 چمپیونز ادیشن، نسخه عادیش نه، نسخه چمپیونز ادیشن که یه سری محتوای اضافی برای کسایی که التیمت تیم بازی میکنن داره. این نسخه از بازی الان با قیمت 36 دلار در دسترس، قیمت ازش 80 دلار بوده، نسخه چمپیونز ادیشن. یه نکته خوبی هم که در مورد فیفا 21 وجود داره اینه که شما اگه الان اینو بخرین و تا کمتر از یک سال آینده بخواید برین نسل بعدی بخرین، پلی استیشن 5 بخرین، میتونین به رایگان نسخه رو به نسخه نسل بعد آپگرید کنین، نسخه ای که 14 آذر هم در دسترس قرار میگیره. یادتون هم نره این تخفیفایی که داریم امروز میگیم فقط تا 11 آذر ماه در دسترس، بعدش دیگه تموم میشه. بازی بعدی میشه یکی از خفن‌ترین و پرسر و صداترین و پرحاشیه‌ترین بازی‌های امسال، یعنی The Last of Us Part 2، بازی که همین چند روز پیشم توی گیم اوارز تو کلی بخش‌های مختلف نامزد شد. این بازی که نسخه اصلی 60 دلاره تو تخفیف‌های بلک فرایدی با 30 دلار میتونین خریداریش کنین. بازی که خب بهتون پیشنهاد میکنم هر جوری که شده تجربهش بکنین، حتی اگه از داستانش هم خوشتون نمیاد، خیلی چیز میس شنیدین راجبش و به نظرتون یه جوریه، بازیه که حتما ارزش تجربه رو داره. یکی از بازی هایی که بسیار با سر و صدا کرد بازی فاینال فانتزی 7 ریمیک بود که خیلی هم طرفدارای قدیمی خیلی ازش راضی بودن، هم طرفدارای جدید راضی بودن، کلا خیلی سر و صدا کرد. اینم جزو بازیاییه که به همه طرفدارای فاینال فانتزی به شدت توصیه میشه. کسایی هم که بازی های این سبکی دوست دارن قطعاً نباید از دستش بدن. حالا این بازی 60 دلاری توی تخفیف‌های بلک فرایدی امسال با 40 دلار در دسترسه که باز یه چیزی حدود 30% ارزان‌تره که خیلی پیشنهاد می‌کنم. Let us defy destiny together. Cloud, there's still so much to be done. میرسیم سراغ یه انحصاری دیگه از پلی استیشن، چیزی نیست جز گوستاف سوشیما، بازی جدید ساکر پانچ که خیلی سامورایی بازه باش حال کردن، بازی که تونست خیلی طرفدار رو هایپ کنه و خیلی ازش راضی بودن. بعضی خیلی از بازی اونقدر تعریف نکردن ولی در کل به عنوان یکی از بازی انحصاری بسیار خوب نسل هشتم پلی استیشن ازش یاد میکنن، بازی که بازم برای نسل بعد هم یعنی یه سری آپگریدی دریافت میکنه و بهتر و روانتر اجرا میشه. این بازی 60 دلاری الان میتونید با 40 دلار و 19 سنت، این 19 سنت من واقعا نمیدونم چیه ولی میدونم که هست دیگه، با 40 دلار و 19 سنت میتونید بازی گوستاف سوشیما رو به جای 60 دلار بخرین و برین ساموراییشین رو با شمشیر و اینا بکشین، فلوت هم بزنین. یکی دیگه از بازیایی که امسال اومد پرسونا 5 رویال بود. درسته که پرسونا 5 تو سال 2017 عرضه شد اما امسال نسخه رویالش رو اتلوس داده و خب با قیمت 60 دلاری عرضه میکرد، قیمتی که خیلی ها میگفتن برای یه آرک داستانی جدید قیمت زیادیه، به خاطر اینکه خیلی از کسایی که پرسونا 5 رویال رو میخواستن بازی کنن قطعا پرسونا 5 رو بازی کرده بودن دیگه و به نظرشون یه آرک داستانی جدید 60 دلار نمیارزه. یه خبر خوب داریم که توی بلک فرایدی امسال این بازی رو میتونین 30 دلار تخفیف، یعنی 50% قیمت اصلیش با 30 دلار
تهیه کنین. درسته، اشتباه نکردم، $30 تخفیف خورد، $60 بود، 60 منهای 30 میشه 30. 30 30 60. یکی از خفن‌ترین تخفیف‌هایی که توی این بلک فرایدی موجوده برای نسخه آلتیمیت ادیشن بازی تکن 7ه. البته من دیگه وقتی میگم نسخه نباید بگم ادیشن، یعنی نسخه آلتیمیت یا آلتیمیت ادیشن، درست دوبار نگم. این بازی $80 تخفیف خورده، نسخه آلتیمیتش درست گفتم، $80 تخفیف خورده، از $100 شده $20. بازی مبارزه‌ای که خیلی تکن بازا خیلی باش حال کردن. خب استریت فایتر هست، تکن هست، مورتال کامبات هست، یعنی هر کسی بعد اینا طرفدارشون فرق میکنه. اگه تکن بازی تکن 7 هنوز بازی نکردین، میتونین آلتیمیتش و آلتیمیت ادیشنش رو با فقط $20 تهیه کنین که هرچی محتویات و دی ال سی و شخصیت و اینا تا الان برای بازی منتشر شده در دستش. یکی دیگه از بازیایی که خیلی خوب تخفیف خورده بوردرلندز 3، یه بازی کوآپ خیلی خیلی خفن که خیلی هم حال میده اگه میخواین مدت ها سرگرم شین. الان مخصوصا که دیگه قرنطینه است و سعی میکنیم نیایم از خونه هامون بیرون، واسه همین یه بازی که بتونه مدت زمان طولانی، یه بازی مخصوصا شوتر لوتری که بتونه مدت زمان طولانی شما رو سرگرم کنه، جاش خالیه. همین الان میتونیم با $40 تخفیف و با پرداخت فقط $20 بوردرلندز 3 رو تهیه کنید. بازی هم که انتخاب اصلی خودمه، همین الان میخوام برم گیفت کارت بخرم و برم بازی رو تهیه کنم، دوم ایترناله. شمایی که دوم بازی میدونین که سال دوم بازم نیستین، اصلا شوتر بازی میدونین که سال 2016 بازی دوم ریبوت شد و یک نسخه بسیار بسیار خوبی ازش عرضه شد. بهار پارسال نسخه جدید پارسال هم میشه، بهار هم امسال میشه، نسخه جدید دوم به اسم دوم ایترنال عرضه شد و بازم تونست طرفدارا رو خیلی خیلی راضی بکنه. اکشن دیوونه وار و شوتینگ دیوونه وار، خیلی خلاصه بازی جذابه. یه سری المان های جدید هم به بازی اضافه شده که طرفدارا رو بیش از پیش ذوق زده کرده. این بازی هم به جای $60 الان با $20 میتونید تهیهش کنید. من سری برم بخرم تا تموم نشده. تموم میشه علی بازی دیجیتالی؟ آخرین بازی هم که میخوام بهش اشاره کنیم بازی نید فور اسپید هیته، جدیدترین نسخه از مجموعه نید فور اسپید که همین چند وقت پیش عرضه شد. الان به جای $60 میتونید با پرداخت $18 این بازی رو برای پلی استیشنتون تهیه بکنید. نسخه هیت نید فور اسپید با اینکه بازی خیلی خوب و خیلی خفنی نبود، اما نسبت به بقیه بازی های عرضه شده توی نسل 8 از مجموعه نید فور اسپید بد نبود، خوب بود و نسبت قابل قبول بود. پیشنهاد میکنم اگر میخواین ببینید نید فور اسپید چی بود و به چی شد و به کجا رسید، حتما جدیدترین ریلود زومجی که مربوط به مجموعه نید فور اسپید رو از دست ندین اصلا. اینا تخفیفای پلی استیشن 4 بود که الان در جریانه و تا تاریخ 11 آذر، ظهر 11 آذر شما میتونید از این تخفیفا استفاده بکنید. نظر شما چیه؟ شما خودتون به نظرتون کدوم یکی از این بازیایی که ما لیست کردیم و فهرست کردیم الان ارزش خرید داره؟ به نظر من واقعا اگر نرفتین تا حالا، فرصت نکردین بازی کنین، لاست آف آس و گوست آف سوشیما دوتا بازی هن که بسیار ارزشمندن. حتی میتونین الان تهیهشون کنین، توی لایبرری بازیاتون بذارین و بعدن که حالا ایشالله اگه PS5 خریدین میتونین دانلود بکنین و اونجا لذتش رو ببرین. به خصوص که این دوتا بازی روی PS کالکشن نیست، PS کالکشنی که با پرداخت همون کسایی که عضو پلی استیشن پلاس هستند به یک سری بازی دسترسی دارن، این دوتا نیست. شما الان میتونید با پرداخت ارزش $70 اگر اشتباه نکنم این دوتا بازی رو ببینید، یعنی یه $10 بیشتر میدین و دوتا بازی خیلی خوبی که تازه هم عرضه شدن رو میتونین بخرید. خب ویدیو ما تموم شد. من الان اینجا جاییه که باید بگم اگر این ویدیو رو دوست داشتین دکمه سابسکرایب رو به، اگه اینجوری نمیخوام بگم آقا، من از اون درخواست دارم، اگه این ویدیو رو حال کردین، دوست داشتین، باعث شد برین با هزینه کمتر یه بازی باحالی بخرین و اگه دوست دارین ما باز بیشتر از این ویدیوهای اینجوری با تاپیک های مختلف درست کنیم، اون سابسکرایبر رو بزنین. لایک هم بگو بکنم. اون لایک به خاطر گل روی علی نقیبی لایک هم بکنین، سابسکرایب به خاطر گل روی من بکنین، گل روی من که نباید خودم بگم، حالا بکنین، اون زنگولم به خاطر آرش عیاری بزنین. گ
گناه داره. اون نیست اینجا، ولی میدونم که درخواست داره زنگوله رو بزنه. حالا میگن زنگوله رو بزنین چی میشه؟ زنگوله رو که بزنین هر موقع من، آرش، میثم، علی، آرای، سارا ویدیو بذارن تو یوتیوب، تو کانال زومجی، شما نوتیفیکیشنش میاد براتون و میتونید خیلی سریع بیاین ویدیو رو ببینین. مرسی که با ما بودین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.